یاد عباس میرزا سردار شجاع گرامی، هنگامی که با چشمان اشکبار امضای پیمان نامه ای به مراتب ننگین تر از عهدنامه گلستان را نظارگر بود و به تصورش هم نمی رسید که 200 سال پس از آن نوادگان سید محمد مجاهد قلمروی بزرگتر از مساحت تبریز و اصفهان و شیراز را بدون شلیک حتی یک گلوله دو دستی تقدیم نوادگان پاسکوویچ کنند. وی در نامه ای به وزیر مدیر و مدبرش قائم مقام فرهانی آزردگیش از خیانت علما را بیان داشت و وزیرش را از هر گونه ارتباط با ملایان برحذر داشت و نوشت: علما مانند گرد و خاکی هستند که به لباس می نشینند و لباس را آلوده می کنند. سعی کن خودت را از این گرد و خاک نجات دهی و به جای آنها از افراد لایق و صلاحیت دار و وطن دوست استفاده کنی. علما مانند اسب پرخوری هستند که از پرخوری وظیفه دویدن را فراموش کرده اند. ما البته از استوران پرخوری که دفاع از سوریه برایشان مهمتر از حفظ خوزستان است انتظار میهن دوستی نداریم، ولی بایستی بر همگان آشکار می بود حکومتی که با نامیدن آبهای جنوبی کشور به خلیج اسلامی کشورداری را آغاز کند، کارش به از دست دادن حاکمیت ملی در شمال و اجاره دادن قلمرو ملی در جنوب خواهد رسید و اکنون به حراج خلیج فارس تحت لوای حفظ امنیت رسیده است. من در مقاله ای نوشته بودم که جمهوری اسلامی دیگر توان اعمال اقتدار حاکمیت ملی در مرزهای سرزمینی ایران را ندارد و به تنهایی از پس انجام برخی از فرایندهای ملی و تأمین امنیت بر نمی آید و همین مسئله امر براندازی را اجتناب ناپذیر می کند. از اصولی ترین سیاست های هر حکومتی برای حفظ دولتش حراست از حاکمیت ملی و قلمرو مرزهای ملی است. نظام مقدس اما برای اقتدار درونی که نام دیگر ارعاب و تهدید و خشونت و سرکوب است و برای تثبیت پایه‌های قدرتش به فروش مملکت روی آورده است. اینها را اگر در کنار تسلط ملوک و طوایفی یک روزخان بدنام یعنی علم الهدا در خراسان بزرگ قرار دهیم، شاید گوشهای بسیاری شنوایشان را دوباره باز یابند. پس از پایمال شدن حق ایران در دریاچه کاسپیان و از دست دادن حاکمیت ملی در شمال و پس از اجاره دادن قلمرو ملی و سپردن منابع اقتصادی دریا در جنوب به چین و واگذاری برخی جزایر خلیج فارس به روسها برای مصارف نظامی، اکنون با سفر مالکش اعظم به مسکو حفظ امنیت خلیج فارس به روسیه سپرده شد که مورد استقبال مسکو قرار گرفت و رژیم فاسد جمهوری اسلامی هم از ابتکار روسیه برای حفظ امنیت در خلیج فارس اعلام رضایت خرسندی کرده است. نظام مقدس باید شکرگزار و ایرانیان باید سپاسگزار باشند که ترکمنچای زودتری به ایران تحمیل نشد، چنانکه جنگ ایران و عراق تنها 6 ماه دیرتر آغاز شده بود و کشتار و تیرباران افسران دلاور میهن ادامه میافت و اگر دلاورهای تتمه ارتش سرفراز شاهنشاهی نبود که با بیرون راندن دشمن و بازگرداندن سرزمین‌های اشغال شده از سوی عراق به خاک میهن و برقراری موقعیت نظامی برتر به نفع ایران، قادسیه دوم شکل دیگری رقم زده می شد. این همان تتمه ارتشی است که دشمن ایران و ایرانی یاسر عرفات در وصفش پس از آزادی خرمشهر گفته بود: کار ارتش ایران نه یک حماسه بلکه معجزه بود. من البته این را بیشتر حماسه می دانم. دلاوری، شجاعت، رشادت و از خودگذشتگی یک ارتش سربلند، غرورآفرین و میهندوست. معجزه ارزانی تروریست های بین المللی باد. نام قلمرو سرزمینی که فاقد استقلال سیاسی و اقتصادی است و در همه زمینه ها
وابسته و تابع دولت روسیه باشد مستعمره است، برای استمرار طلبان و مستعمره نشینان جمکران که قرار بود کاخ سفید را به حسینیه تبدیل کنند، چند نمونه تاریخی و چند مصاحبه نچندان قدیمی خالی از لطف نیست تا نمونه هایی از حقارت سید علی خامنه ای و باقی نشستگان بر سر سفره حراج وطن در برابر غرب و شرق به دست دهیم. دولت قاجاریه در اوایل سده 19 میلادی سرگرم جنگ‌های طولانی با روس بود و به طور کلی از خلیج فارس غافل ماند و انگلستان کم کم نفوذ خود را در اغلب جزایر و تمامی حوزه خلیج فارس تقویت نمود. با تشکیل دودمان ایرانساز پهلوی، تلاش ایران برای نقش‌آفرینی در خلیج فارس افزون گشت که رویارویی میان ایران و بریتانیا را در بر داشت. در ابتدا حکومت رضا شاه در یک سری لشکرکشی به ایالات جنوب عناصر دست نشانده انگلستان را پاکسازی کرد. سپس دولت ایران تلاش گسترده ای را برای اعاده حاکمیت در خلیج فارس انجام داد. در همین جریان پرچم انگلستان را از جزایر سگانه پایین کشید. دولت برای تحقق اهداف خود نیروی دریایی تأسیس کرد و به نقش انحصاری انگلستان در قدرت نمایی در آبراهای خلیج فارس پایان داد. دولت ایران مرزهای دریایی خود را تعیین کرد و به همه دولت‌ها و به ویژه انگلستان اعلام نمود که بدون گرفتن مجوز از مسئولان دولتی ایران حق ورود به آبهای سرزمینی این کشور را ندارند. دولت ایران به علت حضور طولانی مدت استعمار انگلستان در خلیج فارس نتوانست در اهداف خود به طور کامل موفق شود، زیرا انگلستان نقش‌آفرینی ایران در منطقه را به منزله تضعیف پایه‌های قدرت لندن در خلیج فارس به حساب می آورد. به همین خاطر پاره ای از اقدامات را در جهت انزوا و محدود نمودن نقش‌آفرینی ایران انجام داد که می توان به اشکال تراشی در دستیابی ایران به تکنولوژی نظامی نیروی دریایی، انعقاد قراردادهای حمایتی با شیوخ عرب در جنوب خلیج فارس و ایجاد بحرانهایی در منطقه جنوب ایران به منظور تضعیف حکومت مرکزی اشاره کرد. در دوران طلایی حکومت محمد رضا شاه پهلوی نیز همواره بر ایرانی بودن خلیج فارس پافشاری و ایستادگی بر نام خلیج فارس و ایرانی بودن جزایر ابو موسا و جزایر تنب بزرگ کوچک تاکید می شد. محمد رضا شاه پهلوی در مصاحبه با یک مجله آمریکایی در سال 1347 یا 1967 اظهار داشت در خلیج فارس جایی برای قدرت‌های بزرگ نیست. پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس نمی‌خواهیم هیچ قدرت بزرگی سعی کند جای آن را بگیرد و ایران از پایان یافتن کمک‌های آمریکا احساس غرور می‌کند. همچنین در مصاحبه دیگری با یک نشریه انگلیسی در 1348 یا 1969 گفته بود هیچ قدرت و نفوذ خارجی دیگری حق ورود به خلیج فارس را ندارد و ایران آزادی کشتیرانی را تضمین می کند. و در گفتگویی با خبرگزاری اسوشیتد پرس در همان سال عنوان کرده بود ما از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس خواستار همکاری امنیتی شده ایم، اما در صورتی که آنها همکاری نکنند دولت ایران خود به تنهایی مسئولیت امنیت و ثبات منطقه را به عهده خواهد گرفت. دولت شاهنشاهی ایران در یک فرایند زمانی کوتاه مدت به ژاندارم خلیج فارس و دریای عمان تبدیل شد و با درک ارتباط امنیت خلیج فارس با دریای عمان و اقیانوس هند در دراز مدت از اینکه اقیانوس هند به عنوان یک منطقه صلح و عاری از حضور ابرقدرت‌ها باشد حمایت کرد. ایران در واپسین دهه عمر دودمان دورانساز پهلوی به قدرت بیمانندی در خلیج فارس و دریای عمان دست یافت که در تاریخ معاصر ایران نظیر ندارد.
آقایان به حراجتان ادامه دهید، فرزندانتان در غرب در امن و امانند.